سلام سلام همگی سلام. من اعتقاد دارم آدم ها عوض میشن، نظرشون تغییر میکنه، هر چند وقت یه بار، حالا نمیگیم 5 سال 10 سال 20 سال. به هر حال ما امروز یک ویدئویی داریم که 3 سال پیش ریاکت گرفتیم به یه سری چیزا، حالا خودتون میبینید. و اون موقع اسم ویدئو این بود که سلیقه دخترها و پسرها چقدر با هم دیگه فرق داره، چقدر به هم شبیهه. حالا میخواییم ببینیم که شما به نظر خودتون بعد از 3 سال نظراتتون عوض شده؟ به نظر من که فکر نمیکنم عوض شده باشه. البته اگه این فیلمو شاید مثلا تو دوران تینیجری گرفته بودی بعد الان میگرفتی، زمین تا آسمون فرق داشت. یعنی به نظر خود 3 سال البته بیشتره، فرق 3 سال نه میدونی، چون اون زمانی که گرفتیم و الان مثلا جفتش به یه پختگی رسیده بود نظراتم، فکر میکنم. شاید مثلا توی 17 سالگی بگیری و 22 سالگی مثلا خیلی فرق کنه. آره این هم میتونه حرفی باشه. شما هم بعد به اون بگیم که نظر و سلیقه شما چیه؟ 4 سال پیشه. 4 سال؟ ببینیم چقدر عوض شد. سلام بچه ها. اول این قیافه همون چقدر عوض شده؟ خیلی من چقدر لاغرم. من خیلی عوض شدم. نه تو نه، ولی من موی سفید ندارم، الان ریشه هم سفیده. راست میگی. و اینجا میخواستی بری سر کار یا از سر کار اومده بودی؟ میخواستم برم فکر کنم، یادم نیستادم. این لباس که میرفت. آره ببینم الان ریشه هاتم اینجوری. نه اینجوری چی بهش میگن؟ آنکات؟ آره آره. موهام کوتاه بوده، بعد موهام قرمز بوده. خب چه توضیح دادم که بازی چه جوریه؟ نه من الان مثلا این شکلاتی بیشتر دوست دارم. من اون موقع هم شکلاتی بودم فکر کنم. آره آره. نه یخ، من که الان احساس میکنم دندونم یخ میزنه. خب فعلا یه دونه من نظرم عوض شده. تو هنوز پیتزا؟ هنوز پیتزا. هنوز قرمه سبزی. اصلا مگه میشه قرمه سبزی غذای فوق العاده خوشمزه؟ نه پیتزا. اولین روزی که اومدی کانادا من بعد قرمه سبزی درست کردم. نه استیک درست کردم. نه شبش بود، روز یعنی فرداش ناهار قرمه سبزی. خب میگفتی بعد آره. پیتزا میگرفتم. نه خب اون قرمه سبزی هم فرق میکرد، مخصوصا که از ترکیه اومدم 10 روز اونجا بودم، انقدر دیگه فست فود خورده بودم واقعا دارم قرمه سبزی میخواست. خب اینجا خوب بوده. به نظرم قبل از اینکه جواب بدیم نگه دار، چون من اینجوری الان یه بایاسی دارم. آره آره قبول دارم. آره. خیلی ایده الان واقعا داشتم بین این دوتا فکر میکردم، من آبگوش میخوام. اونجا گفته بودم فست فود و هات داگ و اینا. آره گفته بودی فست، من هنوزم میام. آره. آبگوش قبل از اینکه جواب بدیم نگه دار. حالا بریم بعدی. ویلایی یا آپارتمان و برج و اینا؟ من آپارتمان و برج مدل. ویلایی یعنی استخر و حوض و از این خونه های اینجوری. ببینیم چی گفت. هنوز نظرمون همون. شاسی بلند، ماشینت چی بهش میگن؟ کوپه میتونه باشه. حالا غیر شاسی بلند یا شاسی بلند؟ من شاسی بلند. من کوپه. موی کوتاه برای پسر، موی بلند برای پسر. شما هم نظرتون رو بگید. کوتاه. کوتاه. این همونه میگم. مثلا آه. تو تینیجری من موی بلند بودم. تو خودم موی بلند بود. آره ولی خب این عکس مامان که ما موی بلند. عجب رسمیه. تو خودت داشتی که موهات بلند نگو قایش. قبول همون داری. موقع هم همه میگفتم با موهات رو بزن. من به این نگاه میکردم اصلا 3 سال موهام نگه داشتم، هرچی بیشتر میرفت سختتر بود زدنش. اصلا کلا میدونی که این یه فلسفه ایه، مثلا میگن طرف توی یه رابطه اشتباهه، هی میگه من که 2 ساله توی این رابطه هستم، یا مثلا توی یه شغلی یه شغلشو دوست نداره، میگه من که 5 ساله هستم، حالا بذار ببینم چی میشه، و هی میمونه. حالا خوب شد که موهاتو زدی. موی فر، موی لخت. موی فر قطعا. گفتی دوتاش. نه الان دوتاش خوبه ولی فر یه چیز دیگه. بیا اونجا هم دوباره تاکید کردم. آها اینجا بین بازیگر رو گفتیم، دیکاپریو یا اون چیه اسمش؟ اومانی یادم هم باید خیلی معروفه. آره تام کروزه. نمیدونم ولی چون دیکاپریو تام کروز نیست، یکی دیگه است. جانی دپ. نه نه یه چیز اینا خیلی شبیه همه. آره وایسا برد پیت. مرسی از اتاق فرما پشت سحنه برد پیت. آره برد پیت قطعا. نه نه جانی.
لئوناردو دیکاپریو همه بازیگرا کردن تو. همون بود نظرمون. گلزار یا پرستویی؟ واقعا هیچ کدوم. هیچ کدوم. این سوالا رو ادیتورمون طراحی کرده بود. دیگه ولی تو مجبوری گفتیم پرستویی. جنیفر انیستون یا نمیدونم کی. همون نمیدونم کی. البته اون موقع فرنز رو ندیده بودم. این همه که تو فرنزه؟ آره. ولی بازم همون بالایی. ببینیم. ببین من از اول چون فقط اسم پایینی رو میدونم. نه بخاطر فرنز. چه سوالاییه؟ الناز شاکردوست مهتاب کرامتی. نه الناز شاکردوست. مهتاب کرامتی. اونم به خاطر اینکه عضو یونیسفه. خب اینجا هم نظر ما هست. واتساپ تلگرام الان دیگه تلگرام. اون موقع فکر کنم واتساپ بودم نمیدونم ولی الان تلگرام. من نمیدونم اون موقع چی گفتم ولی الان تلگرام. هم امنیتش بیشتره هم چنل تلگرام دارم. شما اونجا با هم هستی با هم حرف میزنی. هر دو با هم گفتیم واتساپ چکید. میدونی چرا اگه گفتی؟ تلگرام فیلتر بود. آفرین چون که اون موقع فیلتر بود الان دیگه همه فیلتر. چون همهشون فیلتر شدن دیگه برگشتیم به سوی هم. او گفتی. فیلم خنده دار فیلم ترسناک. خنده دار قطعا. خنده دار اصلا فیلم ترسناک. دو بار خنده دار. نه. جدی می‌فهمی؟ چرا گفتم ترسناک؟ جالبه. تقصیر سانازه. اون موقع پیش هم بودیم بعد همش من مجبور کردم ترسناک ببینم. نه خنده دار خنده دار. آیفون سامسونگ. اصلا آیفون دیگه تا 20 سال دیگه هم می‌پرسیم آیفون. الان جنگ آیفونی. آه الان این سوال خیلی تریکی شد. قهوه یا چای؟ من فکر کنم اون موقع قهوه خور نبودم ولی چایی هم هیچ وقت تو زندگیم نمیخوردم. جواب الانم که قطعا قهوه است. چون معتاد شدم ولی اون موقع نمیدونم چی گفتم. من معروف بودم به سارا چایی. توی پیجم هم هر روزم چایی میخوردم چایی میذاشتم ولی الان میگم قهوه. ببینم موقع چی گفتم. هر دو گفتیم. من رفتم ترکیه متاسفانه قهوه خور شدم. خیلی هم خوشحال نیستم از این بابت. فکر کنم استایل بوده اینجا بحثش. تیپ اسپورت تیپ خانومی. این خانومی نیست آخه. کلاسیک. زیاد حالت مثلا... هنری مانند بیشتر. آره هنری مثلا. ولی خیلی فرق داره دیگه تیپاش با هم. نمیدونم الان هیچ کدوم اینا رو دوست ندارم. هیچ کدوم؟ شاید پایینیه پایینیه رو ترجیح بدم. من گفتم شاید منظورم رو لباس گلگوری سار پسر که دیگه کاملا فرق داره دیگه. لباس اسپورت یا کوچه‌الواری. من همیشه دوست داشتم کوچه‌الواری باشم ولی خیلی سخته اسپورت رو انتخاب کردم. اینجا آسونه هوا سرده. آره ولی واقعا پایینی رو ترجیح میدم مخصوصا برای کارم هم لازمش همینه. ببین اینجا هم خودت تیپ رسمی سازی. الان اسپورت پوشید. بچه متکی بود و اول ویدیو میگفت چند تا نم از 17 تا 22 سالگی مقدار نظر تو شنگ باید چند تا جرد شده بقیه مثلا 3-4 سال. از این شلوار بگی هایی که پایینه یا از این شلوار مثلا تنگ و جین و اسکینی. البته که الان دیگه اسکینی هم ایشکی نمیپوشه ولی خب فکر کنم پایینی انتخابم بوده. الان هم باز بین این دوتا پایینی هم انتخاب. من الان بالایی رو انتخاب میکنم حقیقتا. بنظرم یه حالت هنری طور داره. ببینم با چی گفتم؟ جفت اون برکت شده. نظرم کاملا برکت شده. سب کسیم من اسم اینا رو یه بار تمرین کردم. بذار بگم. بالا رونالدوه چون اومد ایران دیگه یادم. پایین مسیه. آه بالاخره یاد گرفتم. خب کدوم؟ رونالدو. قشنگ معلومه من نمیشناسم. اینجا دیدی قیافه رو میگم مثلا نگاه کنم قیافه کدوم بهت. من طرفدار هیچ کدوم نبودم اصلا برام فرق نمیکرد. نه رونالدو از وقتی اومد گفتش که قرمه سبزی بر من آوردی یا نه و نشون داد که قرمه سبزی غذای خوشمزه و اصیل ایرانیه. من داشتم بازی های سنتی و قدیمی یا گیم و ویدیو گیم و اینا. قطعا ویدیو گیم سنتی. اصلا از ویدیو گیم خوشم. موی مشکی موی بلوند. موی مشکی.
نوزاد دختر پایینی، نوزاد پسر بالایی. من دختر دوست دارم ولی اینجا عکسه یه جوریه، پسر خوشگلتره، آدم دلش اینو میخواد. ولی نوزاد من دخترم خوشگله. من دختر دوست دارم. دختر. پس به خاطر خوشگلیش گفتی. میکاپ زیاد، میکاپ ملایم. بدون میکاپ. نو میکاپ. میکاپ ملایم. آره شکر. موی کوتاه، موی بلند. موی بلند. موی بلند. سفر هوایی، سفر زمینی. زمینی. هوایی. نظرمون عوض نشه. من همچنان میگم سفر زمینی هم خیلی حال میده، ولی سفر هوایی میشینی چیک میرسی تمیزه. نه بابا، اصلا رانندگی تو جاده یه چیز دیگه. خودت از هم رانندگی کن. میخوایم بریم تا ونکوور. سه روز هم از تورنتو تا ونکوور راهه. بنز بی ام دبلیو. من هنوزم بی ام دبلیو اوکی هم، ولی خیلی خرج داره لعنتی. از دیدگاه اصفهانی واقعا بنز بهتره، ولی بی ام دبلیو فکر کنم انتخاب جوانای مخصوصا پسره. من گفتم بنز، بنزم خریدم. ولی من نخریدم. میخری. ناخونه بلند، ناخونه کوتاه. من ناخونه کوتاه. ناخونه بلند. واقعا من خیلی ناخونه بلند هستم، کاش میتونستم ناخونه بلند کنم. برای دیگران میپسند. قلیون، سیگار. اون موقع به شدت قلیونی بودم، الان واقعا هیچ کدوم. هیچ کدوم. من الان میگم هیچ کدوم، ولی فکر کنم موقع گفتم قلیون. نه اون موقع گفتم احمد جون. این دود خیلی بدمه. یه نفر بخوز لباسش بوی دود بده. یقه باز، یقه بسته. یقه بسته قطعا. یقه بسته. این یقه برای پسران هنوز هم مده؟ چون من خیلی نمیدونم. نه دیگه قفل شده برای پسر، ولی بعضی هنوز از نسلشون یه چند تایی باقی مونده. خیلی کم. خیلی بد بود اینا رو میپوشیدن. خیلی به خصوص که سینه‌اش مو هم نه دیگه شیف میکردن. حالا اگه باشگاه رفته بود که دیگه پدرم رو در میبرد. تا اینجا رو باز میزنی خط اینجا معلوم باشه. وای وای از این سمای عبور کردیم. دست یعنی کلا بدن تتو، تتو یا غیر تتو؟ من با تتو مخالفم. ساده. من موافقم. تتو ببینم اون باید چی گفتم. گفتم نو تتو، بعد خودم رفتم تتو زدم. چی تغییر کرده؟ من اول گفتم آدم ها عوض میشن. عشق ابدی یا اینکه به سه تا از آرزوات برسی؟ آرزو میتونه لاتاری بود. فکر کنم اون موقع سه تا آرزو رو انتخاب کردم، ولی الان بالای انتخاب. Are you sure about this? عشق ابدی رو انتخاب میکنی؟ او مای گاد. سگ، گربه. سگ، بدون شک. گربه دختر قشنگ من نمک. آه بیا نظرم عوض نشد. پاشنه بلند، اسپورت. نه خوشم نمیاد اسپورت. من پاشنه بلند خیلی دوست دارم، ولی خودم همش اسپورت میشم. کفش مردونه، کفش اسپورت برای آقایون. اسپورت، اسپورت. مردونه. نظرمون موقع فرق داشته. الان هم فرق داره. الان نظرمون عوض شده ولی جامون با هم آره. آقای با ریش، آقای بی ریش. یه مشخصه. بی ریش. قطعا با ریش. اون موقع هم هم نگفتم. واقعا چرا؟ سارا رو انتخاب کنی یا 100 میلیارد دلار؟ اون بار عواقب بدی داشت. سارا رو انتخاب کنی. نه ولی حقیقت رو ببینیم اون موقع چی گفته. بله اون بار پول رو انتخاب کردی و عواقبش رو کشتی. آفرین. میبینم که نظرت این 3 سال عوض شده و تو به بلوغ فکری رسیدی که خواهرتون انتخاب کردی. برای اون بنویسین شما چقدر نظرتون عوض شده. برای بنویسین شما ببینین چه که گفتیم کدوم براتون بالاتر بود. موی بلند، موی کوتاه، ناخن بلند، آرایش زیاد، آرایش کم. و بگین که دیگه دوست دارین چه ویدئویی براتون بگیریم. دو تا ویدئوی دیگه هم هست که با داداشم گرفتم. اونا هم حتما ببینین. براتون میذارم اینجا. بیا پایین ویدیو رو کلته. بیا پایین.
اینجا این دو تا ویدیو رو هم ببینید، حتما نظر بذارید، لایک هم بکنید. سارکوپولو یه دنیا دوستتون داره. مرسی که تا آخر ویدیو با ما بودید. خدا حافظ.